سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام یه سری از ساده ترین اصطلاحات عروسک بافی رو بهتون یاد بدم که اگر دارین فیلم های آموزشی من رو نگاه میکنید با اصطلاحاتی که من میگم آشنا باشین و راحت تر متوجه بشین. لطفاً قبل از شروع آموزش این ویدیو رو لایک کنید. اگه اولین بارتون هست که بافتنی ها رو تماشا میکنین حتماً روی دکمه قرمز بزنید و عضو کانال ما بشید. زنگوله رو هم بزنید تا هیچ کدوم از ویدیوهای ما رو از دست ندین. خب حلقه جادویی رو که زدیم، حلقه رو بستیم، نیاز به یه راهنما داریم چون رجامون رو اگر داریم از روی پترن میبافیم ممکنه گم کنیم. شروع رجمون رو ببینید، 1 2 3 4 5 6 6 تا پای کوتاه زدم. همیشه زمانی که دارین اولین دومی رج رو شروع کنین به بافت، از این قسمت آخر بشمارین که دونه رو اشتباه نگیرین. 1 2 3 4 5 6 من 6 تا دونه پای کوتاه انداخته بودم و از این سمت چمردم و ششمی رو گرفتم، چون ممکنه وقتی داری از اینجا بافت رو انجام میدی یهو بیاین این سمت و این قسمت رو هم بگیرین. معمولا میگم توی رج مثلا دوم افزایش انجام میدیم. این گیس بافا رو میبینیم بچه ها، وقتی میگم افزایش یعنی این که دو تا پای کوتاه داخل همون گیس باف، این اولین پای کوتاه داخل این، یک دوباره داخل خود همون یه دونه دیگه، میگم دوباره افزایش انجام میدیم. تو همین گیس باف یه دونه پای کوتاه زدم، دوباره داخلش یه پای کوتاه دیگه. زمانایی هست که من میگم مثلا دو تا پای کوتاه بزنین بعد افزایش انجام بدین. دو تا پای کوتاه بزنین یعنی که تو گیس بافای متفاوت دو تا بزنین، یعنی یه دونه رو اینجا بزن، یه دونه رو تو گیس باف بعدی، دونه بعدی که افزایش هست دو تا گیس باف بزن، دو تا پای کوتاه بزن. الان توی این رج دارم افزایش انجام میدم تو تمام گیس بافام. ببینید تو این اولین پای کوتاه داخلش، اینم دومی، هم بهش میگن افزایش یعنی دارم دونه اضافه میکنم. من توی رج 1-6 تا دونه داشتم، آخر این رج دونه ها میشه 12 تا دونه چون من دارم افزایش انجام میدم. پس الان میام تا انتهای رجم، میام مثلا دوتایی میزنم. این بافت عروسک هم مثلا به این شکل هست، به من گفته شده که رج دو همشو افزایش بدم. ببینید من روی هر گیس باف اومدم دوتا پای کوتاه زدم، دونه هام رو هم الان اگه بشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و اینم 12. خب رسیدم به این قسمت، راهنمام رو میبرم سمت دیگه. از 12 این قسمت که شمردم، 12 شروع میکنم بافت رو. مثلا تو این رج به من گفته شده یه دونه پای کوتاه، یه افزایش، یه پای کوتاه میزنم، دونه بعدی افزایش به من گفته شده، توی دونه بعدی میام دو تا پای کوتاه میزنم که میشه افزایش. پس یه پای کوتاه زدم یه افزایش، افزایش یعنی دو تا پای توی یه گیس باف. گفتن که یه پای کوتاه افزایش تکرار کن در کل رجت، یه دونه پای کوتاه میزنم یه افزایش، یه دونه پای کوتاه میزنم یه افزایش، یعنی دوتا پایه توی یه دونه، یه دونه پای کوتاه میزنم یه افزایش، توی این دونه دوتا میزنم یه افزایش زدم. دونه بعدی دوباره اینجا یه دونه پای کوتاه میزنم، دونه بعدی که میخوام افزایش بدم دو تا پای کوتاه داخلش میزنم. ببینید همینجا وارد میکنم و دو تا پای کوتاه زدم. خب تا انتهای رجم این رو انجام میدم. من تمام رجا رو فیلمش رو نمیگیرم، مثلا میگم یه پای کوتاه بزنید، یه افزایش انجام بدین، تا انتهای رج تکرارش کنید. پس خودتون باید تا انتهای رج همون الگو رو تکرار کنید. الان افزایش انجام دادم، یه پای افزایش،
پس من توی این رد یه پای درمیون اومدم اضافه کردم. یه وقت هست میگم یه پای درمیون اضافه کنید، دو پای درمیون اضافه کنید. به همین شیوه باید انجام بدید. مثلا رد بعدی حالا میخوام دو پای درمیون اضافه کنم، میگم که دو پای کوتاه بزنید، افزایش انجام بدید. دو تا پای کوتاه، ببینید تو این گیسباف یه دونه زدم، تو گیسباف بعدی یه دونه دیگه. دو پای درمیون اضافه میکنم، دو پای کوتاه میزنم، دونه بعدی دوتا میزنم، یعنی دارم اضافه میکنم، افزایش انجام میدم. زمانی هم هست ممکنه من بگم اضافه میکنیم. این اصطلاحاتی که حداقل من استفاده میکنم رو باید آشنا باشین. دو تا پای کوتاه زدم، افزایش. دو تا پای کوتاه، افزایش. پس قرار شد وقتی که میخواییم افزایش بدیم دو تا پای کوتاه میزنیم داخل اون گیس باف. یک دو، توی دو تا زدم، یک دو تا پای کوتاه، داخل بعدی دو تا پای کوتاه و افزایش انجام دادم. یه دونه دو تا، داخل دونه بعدی میام دو تا پای کوتاه میزنم و افزایش انجام میدم. اینم آخر، یک دو، دونه آخر افزایش. به این شکل. حالا من میخوام بچه دیگه تا آخر به همین صورت هست. یه وقت میگم سه تا درمیون اضافه کنید، فرقی نمیکنه. سه پای کوتاه میزنید، افزایش انجام میدید. سه پای کوتاه میزنید، افزایش. سه پای کوتاه، افزایش و تکرارش میکنید. حالا مثلا به مرحله ای رسیدم که میخوام کاهش انجام بدم. کاهش به چه صورت هست؟ مثلا باید دو تا درمیون کم کنم. یه دونه پای کوتاه میزنم، دومین پای کوتاه رو میزنم. دو حالت داره کم کردن. یکی به این حالت هست که گیسبافو میگیری، نخ میگیری میای بالا، میری دونه بعدی، نخ میگیری میای بالا و یه نخ میگیری، این ستا رو خارج میکنی. این میشه دو پایه یکی کردن. من دو تا پایه رو با هم بافتم و یکی شد. یه بار دیگه این روش رو انجام میدم. خب کم کردن به این صورت هست که داخل گیسباف میکنم، نخ میگیرم میام بالا، دوباره داخل گیسباف بعدی میرم، دونه بعدی. ببینی رفتم دونه بعدی، نخ گرفتم اومدم بالا. این سه تا دونه نخ میشه روی قلب که سه تاشو با هم میبافم، نخ میگیرم و همه رو خارج میکنم. من اینجا هم میشه گفت کاهش انجام دادم، هم یه وقت ممکنه بگم دو پایه یکی کنید. دو تا پایه رو با هم میبافیم یکی میکنیم، ولی معمولا همون کاهش رو میگم. یا میگم که دونه کم میکنیم. به این حالت ما الان دو تا دونه بود، تبدیل کردیم به یه دونه دونه. پس دونه کم کردم، کاهش انجام دادم، دو پایه یکی کردم. خب دوباره دو تا درمیون گفته به من کم کن، یه دونه کم کردم. این یه روش کم کردم بود. یک، دونه بعدی. دو، دو تا پای کوتاه زدم توی گیسبافای مختلف. حالا دوباره باید کم کنم. یه روش دیگه هست که من همیشه این رو انجام میدم، به این حالت هست. ببینید گیسباف دو سمت داره، یه سمتش رو میگیرم، از دونه بعدی هم دوباره یک سمتش رو میگیرم، یه نخ میگیرم میام بالا به این حالت و یه نخ میگیرم خارج میکنم. این روش اندازش مثل دونه های قبلی میشه، ولی این روشی که داخل هر دو به این حالت میکردیم و کم کردن رو انجام میدادیم به این حالت، این یه مقدار مشخص میشه که کم کردیم. من این رو نمیپسندم. پس به این حالت، حالا هر کدوم که شما راحتین انتخاب کنیم، ولی من نظرم به اینه. یه دونه از این گیسباف، یه دونه بعدی نخ میگیرم، دوباره یه نخ میگیرم و دوتاشو با هم میبافم. گفته دوتا درمیون کم کن، دو رفتم دونه بعدی، دوباره دونه بعدی پای کوتاه زدم دوتا، یه دونه اینجا پای کوتاه زدم، دونه بعدی یه دونه پای کوتاه زدم. حالا توی دونه
بعد این دوتای بعدی رو باید با هم ببافم. گفته دوتا در میون کم کن، یه دونه از این گیس باف، یه دونه از این گیس باف. نخ میگیرم میام بالا و میبافم. دوتا پای کوتاه میزنم، یک دونه بعدی دوتا، و حالا میخوام کم کنم دوباره به این حالت تا برسم به انتهای رجم. وقتی کم کردن رو انجام میدیم بافتمون جمع میشه. ببینید بافتم جمع شد. و این راهنما رو هم برای این استفاده میکنیم که مشخص بشه انتهای رجم کجاست. الان من باید تا این قسمت فقط انجام بده. بچه این هم از آموزش کاهش و افزایش که با هم انجام دادیم. امیدوارم که دیگه مشکل نباشه. اگر بازم ایراد داشتین زیر همین پست برام کامنت کنین. لایک یادتون نره، نظر یادتون نره. مرسی، ممنون که همراه هم بودین.